سلام بچه ها و دمتون گرم که ویدیو رو تماشا میکنید. موضوع ویدیو این هفته معرفی یه نرم افزار ماینینگ که هم کار میکنه و هم مطمئنه. من مسعود هستم و این چنل پیپرو هستش. ازتون ممنون میشم که برای حمایت از من چنلم رو سابسکرایب بکنید و اگر کامنتی در مورد ویدیو هم دارید حتما برام بذارید و سعی میکنم که جواب بدم. خیلی مقاومت کردم که این ویدیو رو نسازم، چون اصلا هیته تخصص من نیستش. یعنی خیلی از دوستان خیلی وقتا به هم گفتن که بیا وارد این حوزه شو، یعنی هم ماینینگ هم کلن ارز دیجیتال، ولی من همیشه مقاومت میکنم، سعی میکنم تا جای ممکن وارد این حوزه نشم. چرا؟ به خاطر اینکه تخصصش رو ندارم. نهایت کاری که بکنم اینه که شاید به اصرار دوستان برم و مثلا یه مقداری ارز دیجیتال بخرم و هولد کنم که شاید بعدا ارزشش بره بالا. ولی یه سال پیش من خیلی دنبال این بودم که یه دونه نرم افزار پیدا بکنم که روی وب ماین بکنه، یعنی شما میتونی از طریق سیستمت ماینینگ انجام بدی و اولا همون مقدار کمی که سیستمت میکشه ماین بکنی. بعد روی چند تا سایت ماین کردم، در نهایت اون مقدار ماینی که از اون ارز دیجیتال انجام داده بودم فکر میکنم اتریوم بود، بهم نداد. به خاطر همین یه مدت نسبت به کلن وب ماینینگ خیلی بدبین بودم، تا اینکه یه دونه با سرچ کردن خودم یه دونه نرم افزار ماینینگ پیدا کردم که گفتم بهتون معرفی بکنم. شاید کسایی باشن که بخوان با سیستماشون، حالا سیستم گیمینگ دارن، کارت گرافیکای قدرتمند دارن. اگر کارت گرافیکتون قوی نیست اصلا توصیه نمی‌کنم که این کار انجام بدید. بعد شاید داشته باشید و دوست داشته باشید که از این نرم افزار استفاده بکنید. گفتم بهتون معرفی بکنم. بریم روی لپتاپ من. اول بهتون بگم که از کجا میتونید دانلودش بکنید و چه جوری تنظیماتش رو انجام بدید که براتون کار بکنه. mineable.com. اولین قسمتی که وارد میشم، خب یعنی توی این تب استارتی که اینجا وجود داره، خب سایت اومده به من خودش رو معرفی کرده و گفته که چه ارزهایی رو کار میکنه. تقریبا با نرم افزار UN mineable شما میتونید همه ارزهای دیجیتال، توکن ها، میم کوین ها رو ماین بکنید. خب یه تعداد خیلی زیادی از اون پرکاربردترین هاش رو که معروف تر هم هستن رو در واقع داره با نرم افزارش ماین میکنه. این یک مورد از ویژگی های خوب نرم افزارش. وقتی وارد و توی قسمت استارت بهتون گفته که خب شما مثلا با چه نرم افزارهایی، با چه در واقع ماینرهایی، انجین های ماینر، خب میتونید ماین بکنید. خب یک نکته ای رو بهتون بگم، کسایی که با سیستم ماین میکنن، یعنی اصطلاحا ریگ میدندن، چند تا کارت گرافیک رو با هم دیگه سری میکنن و بعد با یه نرم افزاری میان عملیات ماینینگ انجام میدن، یک نکته ای وجود داره. اونم اینه که اکثر اون نرم افزارها کورهای لینوکسی داره. واسه کسایی که سطح سواد کامپیوتری به نسبت پایینی دارن، خب یه سطح سواد کامپیوترشون عمومیه و خیلی تخصصی کار کامپیوتری انجام ندادن، براشون مشکله که بتونن اون نرم افزار رو اینستال بکنن، اون نرم افزار رو ران بکنن، وارد تنظیماتش بشن، چون مدل تنظیماتش بیشتر شبیه مثلا ترمینال لینوکسه. و مثلا یه نرم افزاری مثلا مثل فنیکس ماینر یا مثلا نرم افزارهای شبیه اون، نرم افزارهای سختی هم یه کاربر عمومی نمیتونه ازشون استفاده میکنه. ولی یور ماینبل اومده چی کار کرده؟ اومده گفته که از انجین اونها رو من میارم توی نرم افزارم، خودت سلیکت کن، انتخاب کن و بعد من عملیات ماین رو وزاد انجام میده. یه کنترل پنل خیلی کوچیک و گوگلی داره که میتونید باهاش کار کنید. خب ادامه بدیم. من میرم حالا اینایی که بهتون گفتم و چه جوری توی تنظیماتش انجام میده خیلی ساده است بهتون یاد بدم.
اولین کاری که انجام میدید اینه که میرید توی قسمت دانلود، خب دو تا ورژن از نرم افزارش وجود داره، یکیش سبزه یکیش سفیده. تفاوتشون چیه؟ دو تا ورژنشون اگر به ورژنشون نگاه بکنید هر دو تا ورژن یکیه. اجازه بدید من تم سایتش رو به حالت روز در بیارم که اینا خانه باشن. همونطوری که میبینید الان هر دو تا ورژن این نرم افزارها خب یکی هستش، V110 بتا. ولی فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که توی این ورژن، یعنی توی این مین ورژن، فقط شما نرم افزار رو میگیرید خب و اون انجین های ماینینگ رو دریافت نمی کنید. توی سبز در واقع نوشته ماینر فایلز اینکلودد، یعنی شامل فایل های ماینر هم میشه. خب ترجیح من اینه که اصل نرم افزار رو بگیرم و بعد برم اون ماینر ها رو دانلود کنم بهش اضافه بکنم. این یک نکته. و توی این ویدیو با این مدل در واقع نرم افزار پیش میریم، یعنی اونی که شامل نرم افزارهای ماینر، شامل فایل های ماینر نیست، خب که اون قسمتش رو هم دانلود کردنش رو یاد بگیریم و بقیه مواره. حالا کاری که من انجام میدم این افزار رو دانلود میکنم که قبلا دانلود کردم، وارد مای کامپیوترم میشم، توی این مسیر نرم افزار رو دارم. خب این نرم افزار اینستالی نیست، یعنی یک اگزست که فقط اجرا میشه، یعنی اینستالیشن بچه ها وجود نداره. خب من رایت کلیک میکنم روش، اوپن، این پنجره رو هم میبندم، سایت رو هم میبندم، منتظر میشم نرم افزارم ران بشه. خب الان نرم افزار من ران شد. وقتی شما نرم افزار رو دانلود بکنید با یک همچین در واقع پنجره ای مواجه میشید. بعد که وارد این پنجره شدید، قسمت اول اومده خودش رو معرفی کرده و گفته که من خیلی سریع و آسون ترین راه واسه استارت کردن ماینینگ هستم. خب استارت میکنید، بعد که استارت کردید از شما میپرسه که میخواد با سی پی یو کامپیوترتون، با سی پی یو سیستمتون عملیات ماین انجام بدید یا با کارت گرافیک. یه موضوعی بهتون بگم، فقط روی ویندوز نرم افزار داره. اگر میخواید کامنت بذارید از من بپرسید که اپ اندرویدی داره یا نداره، از همین الان بهتون بگم که نداره. اپ برای مک نداره، روی آی او اس نداره، فقط ویندوز. حالا موردی که وجود داره، از شما میپرسه که میخوای با سی پی یو ماین بکنی یا با کارت گرافیک. اگر با سی پی یو بخوای در واقع اگه بخوای با سی پی یو ماین بکنی، خب این قسمت اینو من قبلا ست کردم، این قسمت واسه تون یه دونه روز میاره، یعنی مسیر بدید فایل ماینر رو بخونید. این قسمت به شما از شما مسیر میخواد. خب خودش برای سی پی یو، همینجور که میدید این الان من سی پی یوشو ست نکردم، خب اومده xmrig.exe رو معرفی کرده. من میرم xmrig.exe رو از اینجایی که خودش بهم مسیر داده، از این لینک آبی، خب دانلود میکنم، خب یه جایی ذخیره میکنم، بعد میرم اگزش رو از اینجا مسیر میدم و میخونم. اوکی، من این کارو برای سی پی یو نه ولی برای کارت گرافیک انجام میدم که ببینید. چرا؟ چون ماینر کارت گرافیکش رو دانلود کردم. میام تو قسمت آپدیت، همون قسمت رو دوباره واسه من باز میکنه، من مسیر میدم و میام توی این فنیکس ماینر 57 ویندوزیش. الان داریم تجسم میکنیم که بار اوله که من دارم فایل ماینرم رو اضافه میکنم. یه فولدری داره شامل فایل های جانبی و تکمیلی، ولی یه اگزهی وجود داره اسم phoenixminer.exe. وقتی من این رو انتخاب میکنم، اوپن میزنم، اینجا میشینه. خب
پس من انتخاب کردم که میخوام با جی پی یو انجام بدم، چون لپتاپ من کارت گرافیک داره و میرم نکست. اینجا از من میپرسه که چه ارز دیجیتالی میخوای ماین بکنی. من از توی لیست و ارز دیجیتال خودم یا توکن دیجیتال خودم رو انتخاب کردم. اوکی بچه ها، یک نکته ای رو بهتون بگم، خیلی انتظار نداشته باشید که با کارت گرافیک یه لپتاپ، اصلا شما بگو مثلا RTX 3090 خب که الان قدرتمندترین کارت گرافیکه، یه چیزی حدود 100 تا 8 واسه شما 8 100 مگا 8 100 مگا 8 واسه تون 8 انجام میده. انتظار نداشته باشید که برید ماهی فلان قدر مثلا اتریوم یا بیت کوین، ارزایی که 8 ریتاشون سخت شده، بتونید در واقع ماین بکنید. نه، همچین انتظاری نداشته باشید. با این نرم افزار و با قدرت هشینگ لپتاپ یا سیستمی که دارید، فقط میتونید مثلا ارزهای مثلا ارزون با هش ریت های پایین رو در واقع ماین بکنید. خیلی ها رو من توی یوتیوب دیدم که با این نرم افزار دوج کوین ماین میکنن، مثلا 15 تا دوج کوین، حالا نمیدونم دوج کوین چقدره، ولی مثلا دوج کوین ماین کردن و وقتی که در واقع میرن تو قسمت پی آوت سایت، خیلی سریع واسه شون توی کیف پولشون پی آوت میکنه. خب من کاری که انجام میدم، پس اومدم کوینم رو سلیکت کردم از توی لیستش و بعد کاری که انجام میدم چیه؟ این که میام میگم آدرسم رو وارد بکنم. آدرس چی؟ اینجا فقط نوشته اینتریور آدرس، منظورش آدرس ریسیو دریافت کیف پول دیجیتالتونه. میتونید از دو تا کیف پول استفاده بکنید، خب از کیف پول دیگه هم میتونید استفاده بکنید، ولی دو تاشون خیلی خوب معتبرن و خیلی کاربر دارن، یکیش تراست ولته، یکیش اتمیک ولته که من الان میخوام، چون قبلا ماین کردم با اتمیک ولتم، الان میخوام با تراست ولتم ماین بکنم. تفاوتش رو بهتون میگم، بعدا خیلی به کارتون میاد که کدومش رو برای چه کاری بهتره که استفاده بکنید. اوکی بچه ها، بریم این آدرسمون رو عوض بکنیم خیلی سریع. من یه وارد آدرس کیف پولم بشم، اینجا 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 آدرس کیف پولم رو کپی کنم. بعدن که خواستم تفاوتاشو بگم، نکاتی رو در مورد کیف پول ها هم بهتون میگم. کیف پولم رو کپی کردم، چک میکنم عدد آخرش رو، اوکی، و استارت رو میزنم. خب این قسمتش رو من بچه ها فست فوروارد میکنم تا مقداری ماین انجام بشه و بعد برمیگردم برای پی آوتش، یعنی واسه پرداختش و ویدرو کردن یا همون برداشت کردنش، بهتون میگم که چه کاری باید انجام بدیم. خب بچه ها، همونطوری که میبینید الان 4 دقیقه است که ماینینگ شروع شده، این عدد اینجا همچنان صفره تا زمانی که شما این بالانس رو ریفرش بکنید. الان بالانس رو ریفرش میکنم. خب چرا ریفرشش کردم و این عدد تغییر نکرد؟ خوب شد که این اتفاق افتاد که من رفع این در واقع موضوع رو هم بهتون بگم. ببینید، من از کیف پول تراست ولت استفاده کردم، خب یعنی کیف پول اتمیکم رو برداشتم از تراست ولت استفاده کردم. تراست ولت واسه ارز دیجیتال شیبا به من دو تا کیف پول میده، یکیش روی بستر شبکه اتریومه، یکیش روی بستر شبکه بایننس اسمارت چینه. خب من فکر میکنم که تنظیم این موضوع رو روی سایت انجام ندادم. برای اینکه از طریق نرم افزار وارد سایت بشید و استیتس خودتون رو ببینید، یعنی وضعیتتون رو ببینید، فقط کافیه این دکمه رو فشار بدید. من این سایت رو ماکسیمایزش میکنم. ببینید، این کیف پول تراست ولت منه روی شبکه بایننس اسمارت چین.
من میام اینجا سویچ نتورک رو میزنم، میبینم که اون چیزی که الان کارنت نتورک من هستش ERC اتریومه. خب بعد این رو عوض بکنم، میزنم که میخوام از این شبکه استفاده کنم. حالا بکنم چون من دارم نایت مود استفاده میکنم از سایت، لامپا رو روشن کنیم اون قسمت رو بتونیم بخونیم. حالا موضوعی که وجود داره اینه که ببین الان میگه که قبل از ادامه دبل چک کن که آیا شما دسترسی داری دقیقاً به همین آدرس در واقع بایننس اسمارت چین نتورک. خب در غیر این صورت ممکنه که هر چی تا حالا ماین کردی بپره و صفرم برای اون ریسکی نداره. کانتینیو رو میزنم. از اون طرف هم ببینید الان نگاه کن ساکسس شد. از اون طرف هم بچه‌ها من مطمئن بودم که ولت اون آدرس کیف پولی که دارم میدم و دقیقا در واقع همون مچ با شبکه BEP 20. خب الان دیگه یوزم شده، مورد استفاده هم شده این، که در واقع حالا پیمنت هاش رو من به شما بعدا توضیح میدم. خب حالا برمیگردم روی نرم افزار یه بار ریفرش کنم، اگر ریفرش کردم نشد دوباره فست فوروارد میکنم تا جایی که این عدد تغییر بکنم. تا این اتفاق بیفته و این فست این 4 دقیقه بگذره من یه نکته رو خیلی سریع بگم. یکی این که همیشه برای اطمینان حاصل کردن از این که کارت گرافیکتون آیا درگیر شده یا نه، از یک در واقع ویزارد ساده که خود ویندوز هم داره میتونید استفاده کنید، وارد تسک منیجر ویندوز میتونید بشید. من وارد تسک منیجر ویندوز هم میشم، توی تب پرفورمنس من دو تا کارت گرافیک داره لپتاپم که دارم از این 1650 استفاده میکنم. وقتی برای 16 بشم میکنید 98% و 3 در واقع گیگ از 4 گیگ ظرفیت رم کارت گرافیکم. خب میبینم که درگیره و 74 درجه الان به 74 درجه رسیده CPU من، GPU من دماش. و نکته‌ای که وجود داره اینکه بچه‌ها حتما از کولپد استفاده کنید. اگر روی لپتاپ هستید دماش رو زیر 60 درجه، یعنی 60 درجه تا 50 درجه نگه دارید که یه وقت کارت گرافیکتون هیت نشه. بعد اینکه و نکات دیگه‌ای که باید رعایت بکنید که فضای اتاقتون فضای گرمی نباشه، همیشه سعی کنید که خنک نگه دارید سیستمتون رو که یه وقت خدای نکرده سیستمتون دمیج نشه. این از این. پس گفتیم که توی تست منیجر تپ پرفورمنس میتونید دمای کارت گرافیک و اینکه ببینید آیا کارت گرافیکتون اصلا درگیر شده یا نه این موضوع رو میتونید چک بکنید. پس من تست منیجر رو میبندم و منتظر میشم. ببینید الان این کلکیولیتد هش ریت من شروع کرد به کار کردن. خب بچه ها همونجوری که الان دارید میبینید این در واقع خطوط حرکت کردن، حتی این خطی هم که هش ریت سیستم من رو نشون میده شروع کرده به حرکت کردن. کاری که من انجام میدم اینه که یک بار بالانس رو میزنم، میبینید که شروع کرد و هش انجام داد، الان 6 شیبا واسه من ماین کرده. حالا اینکه چقدر سریع شما به این عدد صحیح میرسید بستگی به سختی در واقع هشینگ اون ارزیه که دارید انجام میدید. مطمئن باشید اگر مثلا بیت کوین بخواید مثلا ماین بکنی شاید مثلا در اعشار این صفر بشه فقط 1. خب البته خیلیاتون تو کار ارز دیجیتال هستید، الان خیلی ترند هستش و مطمئنم خیلی بهتر از من بلد هستید. من صرفا توی این ویدیو فقط قصدم اینه که یه نرم افزار مطمئن بهتون معرفی بکنم که پیمنت انجام بده، چون خیلی از حالا نرم افزارهای فیک هستن، خیلی از اسکم ها هستن که کلاهبرداری میکنن، شما کلی ماین میکنید، ماینتون رو بردارن میریزن تو ولت خودشون، ولی تحت بستر وب البته قطعا کسی که حرفه‌ای کار میکنن دچار این اسکم ها نمیشن. ولی خب کاربرهای معمولی که میخوان سیستم خودشون ماینینگ انجام بدن چون به واسطه نرم افزارهای تحت وب کار انجام میدن این اتفاق براشون میفته.
من یه بار دیگه تا آخر ویدیو قطعا این ریفرش رو میزنم که ببینم که چقدر بالا رفته. اما موضوعی که وجود داره، بریم سراغ توضیحات بیشتر. وقتی که شما این SDS رو میزنید، وارد سایت میشید، خب این آدرس ولت رو بهتون نشون میده. این آدرس ولت، آدرس کیف پول، در واقع آیدی شما هستش و واسط و رابطه بین نرم افزار اپلیکیشنتون هستش روی ویندوز و در واقع خود سایت که کار انجام بده. اینجا نوشته که 1% ماینینگ فی داره، یعنی وقتی میخواد بریز تو کیف پولتون فقط 1% ازتون در واقع کار مزد میگیره. کارنت نتورکتون رو بهتون نشون میده، همون چیزی که تو قسمت سویچ نتورک من سویچ کردم روش و الان من چون گذاشتم روی BEP 20، اینجا BEP 20 رو به من نشون میده. این از این موضوع. من یه دونه گو بک بزنم، برگردم عقب و برسیم به قسمت پیمنت. همونجوری که من استیتیسی جدید گرفتم، از 6 شده 9. خب یعنی اگر همین الان من برگردم روی نرم افزار و ریفرش رو بزنم، این دوتا با هم دیگه سینک هستن، 9.98، اینجا هم 9.98. بریم سراغ قسمت های مختلفش. برای پی اوت کردن یا اصطلاحا ویدرو کردن، برداشت کردن، خب روی شبکه های مختلفی که داره بهت نتورک میده، خب مقدار اصطلاحا، بذار اصطلاح دقیقش رو بهتون بگم، threshold، خب یعنی آستانه پرداختتون، خب روی نتورک بایننس اسمارت چین 500,000 تاست، برسید به 500,000، یعنی این عدد به 500,000 برسه میتونید پی آوت کنید. روی شبکه اتریوم باید به 2,000,000 برسید. یعنی من الان دارم روی شبکه اتریوم ماین میکنم، فقط واسه آموزش نرم افزار اومدم روی این قسمت که کیف پولم رو اد بکنم. روی اتریوم باید به 2,000,000 برسید تا اجازه بده که پی آت انجام بدید و آستانه پی آت کردنش 2,000,000 شیبا هستش. روی ارزهای مختلف فرق میکنه، یعنی اینکه من چرا دارم توی این تاریخ نوامبر 2021 چرا دارم شیبا ماین میکنم، اینو میگم که بعداً اینا خاطره بشه، چون شیبا الان ارز ترندی هستش و مارکت خیلی روش داره مانور میده، صعود خوبی هم طی هفته گذشته داشته. حالا کسایی که با این نرم‌افزار ماین میکنن بیشتر شیبا ماین میکنن و دوش کوین. اینم از این، پس این رو هم بهتون توضیح دادم. برگردیم عقب. پس پی آت رو گفتم، سویچ نتورک رو گفتم. توی قسمت اصلی سایت که هستید یه سری ورکر دارید. اصطلاحاً تو صنعت ماینینگ به هر دستگاه ماینر میگن یک ورکر، کارگر. چرا؟ چون در واقع داره با کلنگ استخراج میکنه و اسم کارگر بهش دادن. خب حالا چیزی که وجود داره، شما میتونید این نرم افزار رو روی مثلا 10 تا سیستم ویندوزی نصب بکنید، به همشون یه دونه آدرس ولت بدی، همشون آدرس ولتشون یکی باشه، یونیک باشه، یعنی همشون وصل بشن به یه دونه آیدی روی سایت، خب و همشون بریزن توی اون ولت. خب میتونی مثلا 20 تا 30 تا 100 تا دستگاه رو با هم دیگه سری کنی تو جاهای مختلف، کاملا دیسنترالایز و پراکنده، و اونها روی یک ولت بازن. الان من از یه دونه ورکر دارم استفاده میکنم که مقدار حالا مگاهشش رو داره به من میگه. خب حالا اینکه اسم ورکر رو از کجا تعیین میکنیم، من اسم لپتاپم روی ورکرم گذاشتم، خب از طریق نرم افزار. اینجا یه دونه ستینگ داره که این قسمت رو باید بهتون توضیح بدم. یکی این که میخواید لو هش کنید، لو ماینینگ انجام بدید یا های. اگر های انجام بدید خیلی به کارت گرافیکتون فشار میاد. توصیه میشه که اگر ریگ دارید و ویندوزی میخواید ماین بکنید، رو ویندوزتون این نرم افزار رو نصب بکنید و
سریش بکنید با اون ریگی که دارید که مثلا چند تا کارت گرافیک قدرتمند میشه، گردش هوا، کولینگ خیلی مهمه و اونجا میتونید رو حالت های بذارید، از ماکسیمم پرفورمنس استفاده کنید. روی لپتاپ که گردش هوای کمی داره، فنش ضعیف‌تره، توصیه میشه که اینو رو حالت لو بذارید، ضعیف‌تر باشه استفاده بکنید. مورد دوم این که در واقع ایتی کش، در واقع الگوریتم حالا ماینینگتون ایتی کش باشه یا در واقع اتش باشه، کدوم یکی از اون، حالا اتکش باشه یا اتش باشه، اینجا بهتون توضیح داده. میگه اگر کارت گرافیک سقفش بیشتر از 3 گیگه، سقفش یعنی مثلا 4 گیگه، بیشتر از 3 گیگ کارت گرافیک داری، بذارش رو حالت اتش که خودش اتوماتیک دیتکت میکنه و این کار رو بسید انجام میده. ولی میگه اگر کارت گرافیکی داری که مثلا مثل 3070 3080 اینا همه سری RTX NVIDIA هستن، مثلا مثل اونا اگر کارت گرافیکی داری که بیشتر از 4 گیگ رم داره، مثلا 6 گیگ رم دارن 12 گیگ رم دارن، میتونی از حالا مثلا اتش استفاده کنی که کمک میکنه که قدرت هشینگتون خیلی بالاتر بره. خب توی این قسمت هم میتونید اسم ورکرتون رو رینیم بکنید. من رینیم کردم، اسم لپتاپم رو گذاشتم. خب و یه قسمت دیگه هم داره که حالا بهتون توضیح میدم، خیلی سریع از روش رد بشیم. یه دونه ریفرال کد داره، کینو این نرم افزار به شما ریفر داده، شما میتونی کدت رو به دوستات بدی و درصدی از مال اونها رو، در واقع درصد کمی از مال اونها رو هم داشته باشی، به عنوان ریفر کد بهت جایزه میده، یه مقدارم از خودش بهت جایزه میده. خب و این که خب داره استارت مانی اون اپ استارت میزنه که اگر استارت کردین کجا، من اینا رو کلوز میکنم که نرم افزارم ریسیت نشه. یه بار دیگه در انتها امیدوارم نکاتی رو که گفتم به درتون خورده باشه. و اینکه خب ورکر رو هم که گفتم، برگردیم روی سایت، ادامه این قسمت رو هم بریم جلو. پیمنت که اینجا هنوز داره به من میگه که ببین تو هنوز هیچ پیمنتی نداری با این آی دی، با این کیف پول. یه دونه میمونه ریفرال کد که این ریفرال کد من هستش. خب میتونم به دوستان بدم وقتی این نرم افزار رو شما معرفی میکنم و اونا نرم افزار رو ران میکنم، میگم اینستال نداره، اکسش رو فقط ران میکنم، ران میکنم تو یه قسمتی داره ریفرال کد که کی نرم افزار رو به شما ریفر کرده، پیشنهاد داده، شما میتونید ریفرال کدش اگر دوست داشته باشید بزنید. و یه قسمتی داره استند که بهتون میگه که چه مقداری چه زمانهایی ماین کردی. برمیگردم روی ورکر، یه زیر منو داره ورکرم. خب ببینید این الان این روی در واقع اتکشه، همونجوری رو نرم افزارم بود، میبینید نمیداره این که داره نشون میده. خب الگوریتم های دیگه ای هم وجود دارن برای ماینینگ، گفتم مثل اتش که ببین من چون روی اون الگوریتم ماین نمی کنم چیزی به نشون نمیده، رندومیکس و کاپاو اگر اسمش رو درست بوده باشم، اگر کسی تلفظ درستش رو هم میدونه واسه هم کامنت بذاره. خب من یه بار دیگه واسه آخرین بار خب همونجوری که دیدید الان من رسیدم به 17 شیبو که ارزشی نداره چون ارزشش 4-0-2. نکته‌ای که وجود داره در مورد کیف پول، تراست ولت و اتمیک ولت، تفاوتشون با هم دیگه چی است؟ تراست ولت اگر بخواید شیبا ماین بکنید روی نتورک بایننس اسمارت چین بهتون کیف پول میده، روی نتورک اتریوم هم برای شیبا واسه جفتش به صورت مجزا بهتون کیف پول میده. نکته دومی که وجود داره اینه که توی کیف پول اتریومتون و وقتی که شیبا رو انتخاب میکنید و میخواید ازش آدرس ریسیو بگیرید، فقط آدرس اتریوم بهتون میده. خیلی پرکاربردن، تفاوت خیلی چندانی با هم ندارن. یکی از تفاوت‌های عمده‌ش اینه که من خودم اتمیک رو بیشتر از تراست ولت دوست دارم، اینه که اتمیک روی ویندوز بهتون اپلیکیشن میده ولی روی اندروید هم اپلیکیشن میده، روی iOS هم اپلیکیشن میده، ولی
تراست والت فقط iOS و اندروید بهتون اپلیکیشن میده، روی ویندوز تراست والت اپلیکیشن نداره. خب بچه‌ها دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردید، خیلی 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 ممنونم. فکر میکنم هر آن چیزی که باید در موردش بهتون میگفتم رو گفتم. امیدوارم این ویدیو واسهتون مفید واقع شده باشه. حالا اگر یه روزی کارتی گرفتید قدرتمندی داشتید میتونید روی نرم افزار حساب بکنید و دمتون گرم. ممنون میشم کانال من رو سابسکرایب بکنید و تا ویدیو بعدی بدرود.